يا شركات طرن. هرگز فراموش نخواهیم کرد که ناسیونالیزم و نفرت در اروپا چی فجایع به بار آورد. این سخنان رئیس جمهوری آلمان آقای فرانک والتر شتاینمایر است که به مناسبت 80مین سالگرد بزرگداشت یاد قربانیان قتل عام عاملان اس اس یا نازی های آلمان در یک روستای در غرب فرانسه به نام اورا دور سور گلن اظهار کرد. 80 سال پیش یکی از بزرگترین جنایات جنگی آلمان نازی در این روستا رخ داد. رئیس جمهور آلمان با حضور در این محل در مورد جنایت این روستا که نازی ها 643 مرد، زن و کودک به قتل رساندن و کل روستا را به آتش کشیده و با خاک یکسان کردن یادآور شد. یعنی گپایی از فرانک والتر شتاینمایر. به نام کشورم آلمان میخواهم شک و سوگ خود را از جنایات غیر قابل درک، بیرحمانه و غیر انسانی که آلمانی ها در اینجا مرتکب شده اند ابراز کنم. خب، گپای عاطفی، احساساتی، اما در این لحظه فکر میکنم که آقای رئیس جمهور آلمان جنایات هزاران بار غیر انسانی تر و شرم‌آورتر را که عاملان صهیونیست در غزه با سلاح‌های مدرن آلمانی و با قتل عام و ترور دست جمعی خلق فلسطین و به نابودی و آتش کشیدن تمام غزه برانداختند، این را نادیده گرفت. به هر حال ما یک فرصت بسیار نزدیک به ادامه ترور و جنایت در غزه و نقش صنایع نظامی آلمان در این فجایع خواهیم پرداخت، اما در رابطه با نفوذ راست افراطی رؤسای جمهور آلمان و فرانسه از خطر برگشت اروپا به ناسیونالیسم و راست افراطی هشدار دادند و خواهان محافظت اروپا در برابر راست افراطی و برگشت اروپا به یک اروپای باز بر روی جهان گردیدند. ما اطلاع داریم که در پی انتخابات پارلمان اروپا حزب راستگرای پوپولیستی اجتماعی ملی که رهبریش ماری لوپان به عهده داره با کسب 32% آرا قدرتمندترین حزب شد. حزب رنسانس امانوئل مکان رئیس جمهوری فرانسه تنها 16% آرا را به دست آورد. در پی این ناکامی مکان پارلمان فرانسه را منحل کرد و از برگزاری انتخابات پارلمانی تازه در کشور خبر داد. روزنامه چپگرای لیبراسیون در فرانسه با اشاره به تصمیم مکان برای برگزاری انتخابات زود هنگام نوشت که ای مانده یک شوک است که رئیس دولتی که ماموریت خود را محدود کردن نفوذ جنایی راست اعلام کرده بود تحت فشار راست افراطی ناچار دست به چنین اقدام زده. به قول لیبراسیون مکان در حال چنین تصمیمی گرفته که پیشتر یعنی قبل از او اعلام کرده بود که این انتخابات لزوما تأثیر در سطح ملی نخواهد داشت. من در این بخش برنامه مراجعه میکنم به آقای عزیز دیقان، ژورنالیست و از دبیران هر دو پلتفرم وطن آزادی و کلاب هاوس درچه های گفتمان که سالهای متمادی در فرانسه زندگی میکنن و سوالی که مطرح میشه یک، آیا رئیس جمهوری فرانسه با برگزاری انتخابات زود هنگام
میخواهد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری یعنی در سال 2027 نشان بده که مشکلات کنونی فرانسه را میتونه حل بکنه و به ای امید که پس از 2 سال آزمودن پوپولیست ها رای دهندگان از فرستادن جناح راست یعنی لوپان به کاخ الیزه خودداری خود کردند، یعنی با امی امید که 2 سال به راستگراها ببخشه و تا در انتخابات بعدی 2027 از پیروزی راست افراطی جلوگیری کنه، پارلمان منحل میکنه، منحل ساخت. دوم سوال از آقای دهقانی است که ارزیابی شما چی است؟ در سال جنگ اول و دوم جهانی که فرانسه قربانی های عظیم متحمل شد و خاطرات جنایت ناسیونالیسم اروپایی، همین خاطر روستای غربی در فرانسه که آسیب های جبران نشدنی فرانسوی ها متحمل شدند نمیتانه، یعنی می درس ها و این خاطرات چرا نمیتانه ضامن صلح و امنیت در فرانسه و اروپا باشد؟ آقای عزیز دهقان. تشکر دکتر یعقوبی، سلام و احترام به دوستان و رفقایی که در این برنامه ما شرکت دارند. متاسفانه نسبت وقت کم نمیشه که تمام مسائلی که امروز در فرانسه و اروپا رخ میده در یک ساعت یا نیم ساعت محدود ما بتانیم که به صورت مفصل و دقیق ای را بررسی بکنیم. دیروز آقای ایمانوئل ماکرون یک کنفرانس مطبوعاتی دایر کرد و در این کنفرانس مطبوعاتی با وجود که به صفت رئیس جمهور نمی بایست و نظر به مشوره یک تعداد لیدرهای گروه خود هم بنابر موقعیت ریاست جمهوری خود باید در کمپاین انتخاباتی پارلمانی سهم نمی گرفت، ولی باز هم به صورت مستقیم در این کمپاین داخل میشه. برای که به صورت نرمال خب زدیت مطلق برای اجتماعی ملی یا فرا ناسیونال برابری ماری لوپن رخ میده، اونا رو سرکوب میکنه. با بیشترین قسمت کنفرانس مطبوعاتی جناب رئیس جمهور فرانسه متوجه جناهای چپ فرانسه است، بخصوص جناه انسومیز برابری ژان لوک میلانشون که او را متهم میکنند به آنتیسیمیت و کمونیتاریست در فرانسه. دیروز جناب ماکرون یک جمله را بیان کرد که از لحاظ سیاسی واقعا در مابین فرانسه بسیار شوک دهنده و تکان دهنده بود و در این صحبت خود گفت که اتحاد با میلانشان و حزب انسومیز یک عمل ناشایست است برای تمام نیروهایی که با این آدم و با این گروپ خواستند که یک جبهه متحد ملی را به وجود بیارند. و با یادآوری اولین مؤسس جبهه مقاومت بر ضد فاشیزم در فرانسه در سال 1943 ببخشید 1934 قبل از جنگ دوم جهانی به نام لیون بلوم صورت گرفته بود، یک جمله را به کار برد که یک کسی که امروز باید دوباره به قبر برگرده لیون بلوم است، به معنی از این که این ژان لوک میلانشون و حزب انسومیز ها شایستگی از این را ندارند که از نام از این آدم و از نام جبهه مقاومت در برابر فاشیزم استفاده بکنند. در حالی که در سال 1934
لیون بلوم به همراه سایر رفقای خود به حراسی که فاشیزم در اروپا مخصوص آلمان و در فرانسه رو به نسج و شکل گیری بود و خطر یک کودتای نظامی برای ایجاد یک رژیم یا نظام مطلقه در فرانسه در مقابل نظام جمهوریت که به شکل گیری در فرانسه بود در وقت به وجود می آمد، سوسیالیست ها، کمونیست ها و تمام کارگرها و نیروهای چپ فرانسه ابتکار عمل ایجاد یک جبهه مقاومت ملی در مقابل فرانسه روی دست گرفتن و جبهه ساخته شد. و در جریان جنگ جهانی دوم با وجود که شخص لیون بلوم توسط حکومت ویشی زندانی شد و به آلمان ها سپرده شد، بازم این جبهه مقاومت مردمان بودند که در صف اول مبارزه در مقابل فاشیزم مبارزه کردند، قربانی های بیشمار دارند و در جبهه مقاومت سنگرهای اول مقابله علی فاشیزم اینا به دست خود داشته. یک موضوع دیگه تکان دهنده که در این گفتار جناب مکان وجود داره که یک نوع بی سپاسی در برابر چپ فرانسه متقابل میشه، بخاطر از اینکه در سال 2022 در انتخابات در دور اول انتخابات مکرون 27 شده 85 فیصد را به دست میاره و مارین لوپن 23.15 فیصد آرا را به دست میاره و ملانشان هم که در وقت کاندید بود 21 فیصد آرا را به دست میاره. یعنی که در دور دوم انتخابات تنها ملانشان، تنها مکرون و مارین لوپن باقی میمونند و در اینجا حزب انسومیس شخص میلانشان اعلان میکنه که نباید یک رای هم در صندوق مارین لوپن انداخته شد و به خاطر امی پیام میلانشان و تمام نیروهای چپ فرانسه مکرون در انتخابات 58.55 فیصد آرا را صاحب میشه و بار دوم به حیث رئیس جمهور فرانسه انتخاب میشه. ولی امروز به یک ناسپاسی تمام این گروه انسومیز و نیروهای چپ فرانسه را به عنوان نیروهای ناشایست سرکوب میکنه. به معنی از این است که این آدم میخواهد که میدان بر خود صاف بکنه که بتانه که هم از طرف چپ نیروهای متعادل و متمایل به مرکز و همچنان از طرف راست هم نیروهای متمایل به مرکز دور خود جمع بکنه و عموم سیاست را که مکرون در دور اول و دوم انتخابات خود شعار میداد، یعنی بدون دوره های چپ و دوره های راست فرانسه باید به صورت مجموع توسط مردم فرانسه اداره شوه و ریفورم هایی که لازم است دایر شوه تا بتانه فرانسه از حالت بحران بیرون برایه و بتانه که در تمام ساحات اقتصادی و اجتماعی موفق شوه. و امروز میبینیم که این سیاست بدون چپ و راست در فرانسه ناکام میشه. دلیل از این چیست؟ به خاطر که بتانیم که دلایل ازیرا به صورت مشخص دریابیم، ولی متاسفانه چون وقت ما در این صحبت محدود است، بازم اجازه میخوایم که یک کمک بار به گذشته برگردیم. همونطور که دوست ما بوسنزارا به صورت مفصل از رویدادهای پس از جنگ دوم جهانی، از ایجاد
اتحادیه اروپا از ایجاد از توسعه و انکشاف اقتصادی اروپا در امر بازسازی تمام اروپا مفصلا صحبت کردن. من میخوام به اشاره بکنم که بعد از جنگ جهانی دوم یک دور 30 ساله در اروپا من جمله در فرانسه پورا به نام 30 سال طلایی یا 30 سال ظفرمند یاد میکنن، یادآوری بکنم. در این 30 سال رشد اقتصادی فرانسه بیش از 5% سالانه بود. تمام ساختارهای زیربنایی فرانسه هم قسمتی که در جنگ آسیب دیده بود و بعد از او ساختمان به صورت بسیار سرسام‌آور در مابین فرانسه به وجود آمد که تمام زیربناهای اقتصادی از برکت اونمو کمک های پلان مارشال در فرانسه روی دست گرفته شد، در عرصه زراعتی، در عرصه صنعتی، در عرصه وسایط و خطوط ترانسپورتی، خط آهن و شاهراها و تمام از این مسائل، و همچنان به وجود آوردن نیروی انرژی اتمی در فرانسه اقدامات بسیار وسیع و بزرگ روی دست گرفته شد. در مجموع ارزی یک رشد سرسام‌آور اقتصادی به وجود آورد و مردم فرانسه در پلوی از این که دستاوردهای بزرگی را که آغازش پس از جنگ جهانی اول اصلاحش گذاشته می شد در امور تمام دستاوردهای اجتماعی مثل تقاعد، خدمات اجتماعی، کمک های فامیلی، کمک به کرایه خانه و تمام کمک در عرصه بهداشت و تمام مسائل به دست آورده بودن که در اسوایی دستاوردهایی بود که طبقه کارگر و زحمتکشان فرانسه در مبارزات بیش از یک قرن با قربانی های بشمار به دست آورده بودن. برعلاوه از این دستاوردها مردم فرانسه صاحب سطح زندگی عالی میگردن در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره و غیره. و همچنان حادثه دیگه که رخ میده در فرانسه که موج بزرگ کارگران مهاجر به فرانسه سرازیر میشن که احصایه هایی که به صورت رسمی در اینجا وجود دارن به صورت مکمل میتونه که تولید دنجا بر ما روشنی به اندازه و این ایسایه ها میرسانه که در اون سال ها باشید من متحال شده دوباره به دست بیارم. به صورت مثال 622 هزار کارگر ایتالوی، 607 هزار کارگر اسپانوی، 759 هزار کارگر پرتغالی، 711 هزار کارگر الجزایری و غیره و غیره تا سالهای 75 در فرانسه کار کردند. و مجموعی از این کارگرها که تا سال 75 7% نیروی فعال اقتصادی را در فرانسه تشکیل می دادن اکثرا در کارهای ثقیل ساختمانی، ساختمان کارهای ساختمانی بناهای تعمیر و تعمیرات، صنایع، زراعت و غیره اشتغال می کنند. و خود مردم فرانسه در سطح عالی اقتصادی در امور که شناسایی و مهارت علمی و تکنیکی را ایجاب می کنه بیشتر اشتغال پیدا می کنه. و یکی از داده های دیگه که در 30 سال طلایی به وجود می آید آزادی زنها و اشتغال زنها در فرانسه است که خانواده ها می توانند که هم مرد و هم زن فرانسه کار می کنند و سطح زندگی خانوادگی به صورت سرسام‌آور
تحول میکنه و پیشرفت میکنه. تمام از این پیشرفت های چشمگیر در مابین فرانسه باعث میشه که سطح زندگی مردم فرانسه ارتقا پیدا میکنه و با همزمان با از این ساختمان یا ساختار اجتماعی و طبقاتی مردم فرانسه هم تغییر میکنه. یعنی او مطالبات و خواسته هایی که در قبل از جنگ جهانی دوم در فرانسه وجود داشت دیگر وجود نداره. از این لحاظ در سطح سیاسی هم این تغییرات متبلور میشه و تغییرات شگرف در ساختمان سیاسی فرانسه به وجود میاره. و چون که رفاه عمومی به وجود میاد وسط بلند، خود مطالبات سیاسی هم در فرانسه تغییر میکنه. یعنی او طبقات ستم دیده فرانسوی که پیش از جنگ دوم جهانی به صورت شاقه و به صورت زنجیری در فابریکا ها در معادن و در غیره کار میکردن، بعد از جنگ جهانی دوم آهسته آهسته به طرف تکنیک معاصر، به طرف سهولت کار و به طرف رفاهیت کار بیرون بشن. از طرف دیگه چیزی که بعد از ختم از این عصر طلایی رخ میده که اقتصاددانان برجسته فرانسوی ایرا تا سال 1973 ادامه و ختم از ایرا تعیین میکنن، یعنی اونمو شوک پترول که در سال 1973 به وجود آمده بود که تقریبا در آمریکا و در اروپا اینمی سالهای طلایی را ختم میکنه. بعد از این سالهای طلایی حادثه دیگه رخ میده در مابین اروپا که از یک طرف مردم اروپا و مخصوص مردم فرانسه که تمام دستاوردهای اجتماعی را که صاحب شده بودن مثل تقاعد و بهداشت و تمام گپا میخواهند که هم ای را حفاظت بکنن، سطح بلند رفاهیت اقتصادی خود را حفاظت بکنن و به صورت مثال بیشترین تعداد فرانسوی هایی که در سطوح بلند و سطوح متوسط زندگی حاصل کرده بودند صاحب خانه، صاحب موتور و صاحب تمام وسایل عالی معیشت در خانه فامیل خود میشن. و مثلا امی رخصتی های دو هفتهی که امو لیون بلوم در قبل از آغاز جنگ دوم در سال 1934 برای اولین بار در فرانسه به وجود آمده بود و این تعداد رخصتی های با معاش در فرانسه بعد از جنگ ارتقا پیدا میکنه، آهسته آهسته به یک ماه میرسه. اما همین متوقف شدن یا تنزیل رشد اقتصادی باعث از این میشه که او سالهای طلایی و او رفای طلایی که مردم فرانسه هم نصیب شده بودن آهسته آهسته فروکش میکنه و دولت فرانسه مجبور میشه به خاطر از این که امی سطح زندگی که مردم فرانسه به او پایبند هستند حفاظت بکنند، رو میاره به قرض گرفتن از بانکهای بزرگ جهانی. حادثه دیگه که رخ میده در این سالهای آخر که بسیار اهمیت برجسته داره در تغییر ساختارهای طبقاتی و اجتماعی مردم فرانسه، موضوعات است که کارگران فرانسوی، مستخدمین فرانسوی در دستگاه و در فابریکا و در محل کار خود بدست میارن. یک احصایه که بدست داریم یا به صورت مقایسوی تعداد اشتغال در مقایسه با سال 1970 و سال 2020 بر ما میتن. به صورت مثال در سال 1970 در فرانسه 2,535,000 نفر در زراعت مشغول بودند، در 2020
تعداد از این مردم به 670 هزار می رسد. در صنایع در 2019 70 5,665 هزار در صنایع اشتغال داشتند و در 2020 این تعداد به 3 میلیون می رسد. در ساختمان تعمیرات 2 میلیون بود در سال 1970 و در سال 2020 به 1,800,000 هزار تنزل پیدا می کند. اما برخلاف در امور خدمات و در امور غیر تولیدی در سال 1970 11 میلیون اشتغال داشت، در سال 2020 به 20 میلیون ارتقا پیدا می کند. و امروز در حدود بیش از 75% نفوس فعال فرانسه در امور خدمات یعنی در امور غیر تولیدی اشتغال دارد. تنها 2.5% در امور زراعت و کمتر از 17% در امور صنعت اشتغال دارد. یعنی برنامه رسانه که خود ساختار اجتماعی و تباخدی فرانسه تحول پیدا کرده. و این تحول خود به خود در ساختارهای سیاسی هم نقش بسیار برجسته و مهم دارد. چیز دیگه که بسیار جالب است که مستخدم کارگر در مابین فرانسه آهسته آهسته به سهمدار مؤسسه خود تبدیل می شد. یعنی خود به سرمایه دار تبدیل می شد. یک قسمت سهمیه های مؤسسه بالای کارگرها و مستخدمین فابریک به فروش می رسد. و خود کارگر سهمدار در فابریکا و سهمدار در بازار بورس است. یعنی که کارگر دیگه هم خودش به سرمایه دار تبدیل می شود. ببینید که تمام از این تغییرات بسیار شگرف در امور اجتماعی و در امور طبقاتی و در نقش طبقه کارگر و طبقه زحمتکش فرانسه باعث از این می شود که تمام نیروهای چپ در مابین فرانسه مفهوم دیگه پیدا میکنن، یعنی فروپاش میکنن و تبلور بسیار روشن در جار جنجال ها و در تضاد ها و در مبارزات سیاسی در مابین فرانسه پیدا میکنن. پس از انتخابات اولین انتخاباتی که در سال ببینیم که تمام از این تغییرات در امور سیاسی در فرانسه در انتخابات دوره های انتخاباتی در فرانسه چطور انعکاس پیدا می کنه. بیشتر گفتم که در سال 1970 در حدود 7% کارگران نفوس فعال فرانسه را کارگران مهاجر تشکیل می داد. ولی پس از استاب شدن توقف رشد اقتصادی و ایجاد بحران اقتصادی این 7% که در او زمان اشتغال داشتن به گروه عظیم بیکار در مابین فرانسه با وجود میرن، یعنی تمام کارگرایی که از ایمیگریشن از کارگرای مهاجر بودن و در مابین فرانسه این تعداد کارگرها در کارته ها و در شهرک های پور به نام گیتو یاد میکنن متمرکز میشن و خارج از محیط فرانسوی و خارج از تمام تحول اجتماعی اقتصادی و فرهنگی به صورت جداگانه متمرکز میشن که خود نوع کمیونیتاریزم در مابین فرانسه به وجود میاره. و در اولین بار در انتخابات 1988 جناب ژان‌ماری لوپن در انتخابات سهم میگیره و بر اولین بار مهمترین شعاری که استفاده میکنه بر ضد ایمیگریشن در مابین فرانسه است که از برکت از این شعار خود 14.39% آرا را به دست میاره که او در زمان کاندید شدن فرانسوا میتران سوسیالیست در مابین فرانسه بود.
و به می ترتیب در سالهای بعدی هم آهسته آهسته نقش و سهم امی اجتماعی ملی یا حزب فران ناسیونال یا حزب ژان ماری لوپن در انتخابات آهسته آهسته رو به رشد است. و از طرف دیگر پدیدیدگی که در تمام دورهای انتخاباتی رخ میدهد یست که به خاطر که مردم به چپ رای ندهند، در تمام نیروهای دست راستی در هر دور انتخابات از خود عظمی مضمون ایمیگریشن و ایجاد ترس و واهمه در مابین مردم استفاده میکنند تا ای که رای مردمان متوسط در فرانسه به طرف خود جذب کنند و اقتدار راستگراها را هم به طرف خود جذب کنند. یعنی که مردمی که احتمال داره که به طرف برای ژان ماری لوپن رای بده، او را میخواهند که به ترتیب به طرف خود کش بکنند. و ای اوج از این سیاست در زمان سخکوزی است که اگر شنیده باشین در تلویزیون های فرانسه که سخکوزی یک روز به یکی از بانلیوهای فرانسه میره و میگه که ما شما را با تخشف یا با توسط فشار آب کلتان شستشو میکنه. و یک پدیده دیگه که در مابین انتخابات در مابین دوره های انتخاباتی به وجود می آید به خاطر امین پیشرفت جنای راست افراطی که در هر چند دور جنای افراطی آیستا آیستا حزب لوپن بالا می آید و در سه دور که گذشته حزب ژان ماری لوپن در دور دوم انتخابات در مقابل کاندید اول قرار میگیرد و اجبارا تمام نیروهای چپ فرانسه به خاطر از این که ژان ماری لوپن یا حزب از او برنده نشد در انتخابات یک دست صدا میزنند که باید در برابر از این صد محکم به وجود بیاید و تمام رای خود را میسپارند به یک بار برای ژاک شیراک، یک بار برای میتران، یک بار دیگر برای امی آخری بار در سال 2022 و جناب مکرون. و این مکرون به خاطر امی شعار مهمترین شعاری که میلانشان در وقت دایر میکنه که یک رای باید به صندوق مارین لوپن انداخته نشد. اما در مقابل دیروز جناب مکرون اینا را به نام ناشایست یاد میکنه و تحریم میکنه از این رای دادن برای جناهای چپ. و این جناب مکرون بسیار مطبوعانه امروز تلاش میکنه که اگر بتونه که در مابین طبقات میانه یا نیروهای میانه یک جای پای به خود پیدا بکنه که بتونه یک اکثریت را در پارلمان به دست بیاره. چیز بسیار مهمی که امروز به صورت واضح تمام فرانسه شناخت است که مکرون از مدت از این که دور دوم انتخاب شده تا به حال نتوانست در پارلمان فرانسه یک اکثریت را به دست بیاره. به صورت مثال وقتی که سال گذشته قانون تقاعد خواست که پاس بکنه پارلمان برش رای نداد. یک سال کامل پارلمان این قانون تقاعد زیر مباحثه گرفت و بالاخره مکرون ناچار شد که از یکی از ماده های قانون اساسی فرانسه به نام ماده 49 سه از استفاده بکنه. این قانون در قانون اساسی اجازه میده که حکومت در فرانسه میتونه که یک سلسله قوانین را بدون گذر از پارلمان تصویب بکنه و به منصه اجرا قرار بده.
ولی پارلمان میتونه که در صورت که یک دوم اعضای پارلمان این قانون رد میکنن، باعث از این باعث سقوط حکومت میشه. برای اینکه حکومت وقتی که میخواهد که خود یک قانون پاس بکند، خودش مسئولیت میگیره و پارلمان میتونه که با یک دوم آرا، یعنی در حدود 252 وکیل، در صورت که بر ضدش قرار میگیره، میتونه که حکومت از پای بیندازه. ولی این 52 رای در پارلمان به دست نامد و مکان تانست که قانون تقاعد پاس بکنه، یعنی سن تقاعد از 50 از 60 و 62 به 64 بالا ببره. یعنی نشان میده که یکی از دلایل که مکان خواست که دیگه پارلمان منحل بسازه به خاطر از ایست که دیگه اکثریت در پارلمان نداره. و از طرف دیگه چون که امی آساچوبه هم که در اروپا داشت از دستش رفت، یعنی این آدم در مابین فرانسه امروز تنها مونده. حادثی بسیار متشه که در فرانسه در می چند روز رخ داد، فروپاشی حزب جمهوری خواها بود. رئیس حزب جمهوری خواها بدون مشورت با لیدرها یا با حزب خود اعلان کرد که با دعوت مارین لوپن با الحاق با حزب از او رای دادن به کاندیداهای حزب اجتماعی ملی قبول کرد و باعث از این شد که یک بحران بسیار شدید در حزب جمهوری خواها که می تانست یک قسمت رای برای طرفداران مکان به دست بیاره یام از دست رفت و این حزب جمهوری خواها در یک بحران عمیق فرو رفت. چیزی که امروز میتونه که تا آخر ماه جون احتمال زیاد داره که به دست بیاره چند حالت است. مکان دیروز اعلان کرد در کنفرانس مطبوعاتی خود که ما چیزی که گذاشتم مسئولیت میگیرم و حالا این حق میتون برای مردم فرانسه که باید با سرنوشت خود تصمیم بگیرن. معنی از این میتونه که تمام مسئولیت سر مردم فرانسه مندازه. اگر مردم فرانسه چپ قبول کردن یا مردم فرانسه لوپن یا راست افراطی قبول کردن، این شخص دیگه کدام مسئولیت نداره و پای پاک میخواهی که بیرون برای. ولی چی بهتر از این که اگر بتانه که بازم تلاش بکنه که در مابین امی طبقات متوسط فرانسه، راست متوسط و چپ متوسط و اینان، یک بینی خمیری بر خود به دست بیاره که بتانه که ادخل یک پارلمان بتانه که یک اکثریت را یا نیمه اکثریت را به دست بیاره که بتانه که 3 سال باقی مانده خود را براحتی حکومت بکنه. در غیر از او هم برنده است اگر حزب راست افراطی اکثریت در پارلمان به دست میاره و واضح که نخست وزیر یا صدر اعظم هم از امی گروه تعیین خود شد و در فرانسه ای را کوهابیتاسیون میگن، یعنی که خب همسایه‌داری یا چی میگمش در فارسی نوی امین همزیستی مشترک در مابین یک فامیل تا آخر ازی، برزی که در زبان ژاک شیراک هم اتر یک حادثه وجود آمده بود که یک مدت زیاد به همراه سوسیالیست فرانسوی ببخشید نامش رو میاله از زینه برفت لیونل جوسپان، مدت 4 سال مکمل لیونل جوسپان که یک سوسیالیست بود به همراه شیراک موافقانه سپری کرد و شاید هم که همی دور 3 سال 2 سال یپا هم به صورت درست بتانه که سپری شوه. ای آدم در 3 سال آینده پای پاک و روی پاک از صحنه سیاسی فرانسه بیرون شوند. ولی ای که فرانسه با دست
دست راستی ها مفتن این اگپ گپ جورایی است. آخر ما گپ خود خلاصه می کنم به یکی از مقاله هایی که توسط یکی از محققین گروپ تجسسی به نام گروپ جرمن مارشال فاوند آف دا یونایتد استیت، یعنی گروپ تحقیقاتی آمریکایی به نام مارشال که در امور آلمان تخصص دارد، یا خانم به نام الکساندرا دو اوپ شیفر یک مقاله در روزنامه لوان فرانسوی نشر کرد و این یک نقطه را اشاره کرد که مکرون به همراه این سیاست تقویت نظامی حمایت بیچون و چرا از اوکراین که بودجه های گزاف و مصارف گزاف را ایجاب می کنند باعث تضعیف اقتصاد فرانسه و اروپا می شود و از طرف دیگر فرانسه به همراه از این سیاست خود یک نوع پولاریته سیاسی را بین شرق و غرب اروپا به وجود میاره، برای که در ترتیبی که در فرانسه دست راستی های افراطی پیش آمدن به مو پیمانه در اروپای شرقی چپی ها بیشتر پیش آمدن، یعنی بین شرق و غرب اروپا یک نوع تصادم سیاسی میتونه به وجود بیاد و این باعث تضعیف اروپا میشه. و اگر ما همین ضعف اقتصادی را در اروپا هم در نظر بگیریم، در آینده نزدیک با قدرت گرفتن راستای افراطی در مابین فرانسه نه تنها ما نمیتونیم که با صورت موثر امروز یا همونطور که مکرون ادامه میکنه به اوکراین کمک بکنیم، بلکه تمایلات از ایره که همکاری با پوتین بیشتر شود تا با اوکراین ایران ما تقویت میکنیم. ولی به صورت عموم در مابین فرانسه امروز یک امیدواری وجود داره که امی جبهه متحد ملی که توسط نیروهای چپ به اشتراک حزب انسومیس، حزب سوسیالیست، سبزها و حزب کمونیست در فرانسه به وجود آمده در هم تلاش هستند که اگر بتانند به صورت منظم با گذشته هایی که در مقابل همدیگر انجام میتن از لحاظ سیاسی و از لحاظ اوسی و همچنان از لحاظ تعداد وکلایی که در محلات رایدهی تعیین میکنن گذشته های با هم تعیین کردن، حتی در قسمت انتخاب صدر اعظم آینده هم به این فیصله رسیدن که ما ایره میگذاریم و پس از پیروزی در پارلمان که بعد از او تفاهم میکنیم نظر به تعداد آرایی که هر یک از این اعضاب به دست بیارن ما میتونیم به صورت آزادانه در او وقت صدر اعظم آینده را انتخاب بکنیم در مابین خود و هم امی آل به صورت بسیار عمیق در مورد ایجاد یک برنامه مشترک حکومت آینده فرانسه کار میکنه. امیدواری بسیار بزرگه که بعد از این به حساب امی زلزله یا سونامی که در مابین فرانسه رخ میده امیدواری از این است که برخلاف از این که چیزی که نامیدانه مردم فرانسه در به حساب یک تشنج به حساب یک زلزله فرانسه را تکان داده بود، حال فرانسه و طرف یک امیدواری میره که نیروهای چپ فرانسه بتانند که دوباره اعاده شود و قدرت را دوباره به دست بگیرند. و ما خط میکنم همونطور که در دورانهای بعد از جنگ و سالهای اوج اقتصادی تمام همین ساختارهای اجتماعی و طبقاتی مردم فرانسه تغییر کرده بود، امروز نسبت به خاطر همین بحرانهای پی در پی اقتصادی و تنزل سطح زندگی و رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم فرانسه آهسته آهسته نیروهای چپ دوباره بیدار میشن و دوباره شکل میگیرن و یک نوع اتحادها دوباره به وجود میآید و دوباره داخل
محاسبات و یا کمپاین های سیاسی فرانسه میشن. آخری حرف را که من میخوام بگم این است که امی سیاست یا روش حراس‌افکنی که دست راست فرانسه در دوره های گذشته انتخابات داشتند که به خاطر از اینکه راست افراطی قدرت نگیره، مردم فرانسه باید کاندیدای اول دست راست رای بده، یا شیراک یا امی مکرون در دوره گذشته. و امروز جالب است که این دور انتخابات اروپا خودشان بدام افتادند، برای اینکه دور انتخابات اروپا تنها یک دور است. در دورهای عادی انتخاباتی هم در سطح محلی، در سطح پارلمان و در سطح ریاست جمهوری همیشه دو دور انتخابات است، دور اول و دور دوم. یعنی که در دور اول اگر یک تناسب مناسب به دست نمی آمد، خب مردم فرانسه یک تعدادی که رای نداده بودند بیدار می شدند و می رفتند در دور دوم به پشت صندوق رای، و تعداد هم یک هفته وقت بود که یک سلسله توافقات جورآمدها و این نورها به وجود می آمد که می توانستند که باز هم از جلوگی از موفقیت نیروهای راست افراطی جلوگیری بکنند. ولی این بار چون که خود انتخابات اروپا تنها یک دور داره، خود مکان، خود دست راستی ها به میدام خود افتادند. تشکر از توجه شما. به نهایت ممنون آقای عزیز دهقان گرامی، یک تحلیل به نهایت جالب، مفصل و به نهایت آموزنده از وضعیت در فرانسه، از بافت سیاسی در فرانسه، از چگونگی آرایش نیروها و عمدتاً عواملی که موجب این گرایش های جدید و جدیدتر می گردد. من فکر می کنم که ما در اخیر جون و هفته های اول جولای دوباره نتایج انتخابات فرانسه را به بحث خود گرفتیم و شما این تحلیل در او بحث حتما با ما شریک خواهد ساختین. ممنونتان.